برای بررسی بیشتر همکارم مشپنده میرفخرایی در استودیو امری ماست. آقای میرفخرایی، این اعلام وضعیت فوق‌العاده در ونزوئلا آیا خود به خود به معنای درخواست کمک خارجی محسوب میشه یا نه؟ مجلس ملی در این ارتباط باید جداگانه تصمیم گیری کنه؟ خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا که اعلام وضعیت فوق‌العاده به درخواست اون انجام شده، معتقده که ماده 187 قانون اساسی در واقع این کار رو به صورت اتوماتیکمان یا خود به خود انجام ده. البته دولت ونزوئلا نه اعلام وضعیت فوق‌العاده رو قبول داره نه خود به خودی بودن درخواست برای کمک خارجی رو. وضعیت فوق‌العاده به خاطر قطع سراسری شبکه برق و از کار افتادن وسایل ارتباط جمعی و از همه مهمتر اختلال شدید در شبکه آبرسانی در کشور انجام شده. این کار با سلامت میلیون ها نفر در ارتباط و مخالفان این رو به بیکفایتی رژیم مادرو و حمایت های بیدریق روسیه و کوبا نسبت میدن. به همین دلیل مجلس ملی ونزوئلا روز گذشته از شرکت نفت و گاز خواست که صادرات نفت خام به کوبا رو متوقف کنه. وزارت خارجه آمریکا هم یک بانک ونزوئلایی، یک بانک روسی ونزوئلایی مستقر در روسیه به اسم اورس فایننس رو در فهرست تحریم ها قرار داده. وزیر خارجه آمریکا هم همونطور که خواهید شنید به تفاوت دخالت خارجی در ونزوئلا اشاره میکنه. کرملین در کنار رژیم ونزوئلا و در برابر خواست مردم آن کشور برای برخورداری از یک نظام دموکراتیک ایستاده است. این دقیقاً همان دخالت در امور داخلی کشور است که حامیان خارجی مادورو دیگران را به آن متهم می‌کنند. این دو را با هم مقایسه کنید. آمریکا و بیش از 50 کشور جهان از ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری حمایت می‌کنند. اما کشورهای مانند روسیه، چین و کوبا از رژیم سوسیالیستی حاکم بر ونزوئلا و منافع مالی خود در آن کشور دفاع می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت ونزوئلا روزانه 50,000 بشکه نفت به کوبا صادر میکنه اما در مقابل عملا مبلغی دریافت نمیکنه.